دادن اعانه به بنیادهای اجتماعی از روحیات امریکایی ها به شمار می رود. طبق معلومات فراهم آمده از دفتر گراف اعانه جهان، امریکا یکی از سخاوتمندترین کشورهای جهان در بخش دادن اعانه می باشد که پس از آن ایرلند، استرالیا، زیلاند جدید و بریتانیا قرار دارد. توجه کنید به گزارشی در این مورد. صبح روز سه‌شنبه است و موترها در برابر مرکز سلویشن آرمی، یک بنیاد جمع‌آوری اعانه در الکساندریای ویرجینیا، به صف ایستادند. ماریا و اینگرید برخی از اشیای خود را به این مرکز اهدا می‌کنند. احساس بدی برایم دست می‌دهد. مقدار زیادی از لباس است که بعضی آن پوشیده نشده و نمی‌خواهم آن را دور بیندازم. حس کردم کسی می‌تواند از آن استفاده کند. این نوع خودخواهی است که مقداری از اشیایی را که با این احتیاج نیست آن را باید دور ریخت، ولی باید درک کنیم که مردم می توانند هنوز آن را استفاده کنند. پس به جای دور انداختن آن، می توان از آن برای هدف خوب استفاده کرد. اگنس دانی سرپرست بخش دریافت اعانه است و خرسند است تا اعانه ها را در محلی که دستبندی می گردد نشان دهد. تعدادی از کسانی هستند که به دلیل مشوق های مالیات این کار را می کنند. چرا مردم این اشیا را اعانه می دهند؟ بخشی از آن کاهش ارزش اعانه آنها از مالیات سالانه‌شان می باشد. اغلبا فکر می کنم که مردم امریکا کمک می کنند، چرا که آنها می خواهند تا به دیگران رسیدگی و به کسی که احتیاج دارد کمک کنند. بله، جنرال جورج هود از بنیاد سالویشن آرمی فکر نمی کند که این تنها دلیل آن باشد. به خصوص در زمان کریسمس آنها دوست دارند که لباس و سامان بازی را به کودکان محتاج کمک کنند و در مراکز جمع اعانه آمده و این تحفه ها را به آنها بدهند و چهره های مادران و اطفال را حین دریافت تحایف ببینند. میگوید که سنت سخاوت در فرهنگ امریکا ریشه عمیق دارد و او میگوید که بنیادهای اعانه و پروژه های جوامع به افراد دارای عقیده مشترک فرصت تماس و برقراری رابطه را مهیا میسازد. اینگرید به طور مثال میگوید که رضاکاران خانواده او در کلیسای آنها به ماموریت ها در خارج میروند و موافق است که انکشاف روابط با دیگران برای او مهم است. نه تنها شما فرصت خدمت را در کنار یک دیگر می‌یابید، بلکه مردم دیگران نیز که شاید هرگز به غیر از آن نمی‌دیدید می‌شناسید. هود می‌گوید که آمریکایی‌ها در کمک به فاجعه زدگان و حتی موضوعاتی که در آن اطفال شاملند بسیار سریع عمل می‌کنند. به خصوص در زمان کریسمس آنها دوست دارند که لباس و سامان بازی را به کودکان محتاج کمک کنند و در مراکز جمع آنها آمده و این تحفه‌ها را به آنها بدهند و چهره‌های مادران و اطفال را حین دریافت تحایف ببینند. او میگوید که بحران اخیر بر بنیادهای اعانه تاثیر وارد آورده است، ولی تا یک حد معین. یک رمز است که من تا حال به آن پی نبردم. اعانه در طول سال تا 6% کاهش، در طول 3 سال قبل کاهش یافت، ولی در طول کریسمس این مقدار تا 25% بالا رفته است. That contribution has gone up 25%. علاوه بر پول و اشیای مستعمل، آمریکایی‌ها وقت خود را به کار رضاکارانه نیز سپری می‌کنند. سال گذشته 64 میلیون آمریکایی من حیث رضاکار فعالیت کرد که تقریباً 27% تمام جمعیت آمریکا را تشکیل می‌دهد. لینا روزبه، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.